در خانه ما شادی و شور و خوشی برپاست، امشب شب یلداست. آجیل و انار و به و شیرینی و حلواست، امشب شب یلداست. گرد آمده اد خاله و پرویز و محمد، با محسن و احمد معصومه کنار حسن و خسرو با محساست، امشب شب یلداست. آذرمه امسال به پایان رسد امشب، ای یار مؤدب پاییز گذشته است و کنون نوبت سرماست، امشب شب یلداست. ای هموطن، ای وارث آیین کیانی، ای هموطن، ای وارث آیین کیانی، باید که بدانی این جشن ز دوران کهن یک سر با ماست، امشب شب یلداست. رسمی است که مانده است ز نیاکان من و تو، رسمی است که مانده ز نیاکان من و تو، پیوسته بود نو. رسمی است که مانده ز نیاکان من و تو، پیوسته بود نو، امشب شب یلداست، شب زایش میتراست. امشب شب یلداست، شب زایش میتراست، امشب شب یلداست. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک هم میهنان ارجمندی که زمانی از وقت خودشون به این برنامه دادن، برنامه در گذرگاه تاریخ رو که بخشی از اون رو ویژگی میدیم به شب یلدا، در پیشگاه شما آغاز میشه. البته امشب من دو سه روز جلوتر گرفتم شب یلدا رو و روز آدینه گویا شب یلداست، یعنی شب سال به اصطلاح آغاز زمستان سال 1393 یا 94 94. آیا واقعا شب یلدا شب زایش مسیحه؟ نه، بدبختانه تبلیغات بیگانه و آگاهی ایرانی ها باعث شد که بسیاری گمان کنند که شب یلدا شب زایش مسیح. چرا؟ چون یلدا به زبان سوریانی که زبان بومی بخشی از ایران پهناور اون زمان بوده، به معنای تولد. زبان سوریانی، زبانهای سوریانی مثل زنجیر به هم وصله، یعنی آسوری، سوریانی، عبری، آفریقایی، سمتیک، اینا همه زبانهای آفریقایی و سمتیک هستن. حالا اینا میگن یلدا، عرب میگه تولد و همینطوری بقیه چیزا. به هر حال چون یلدا رو گفتن به معنای تولده، بسیاری گمان کردن خب تولد عیساست. غافل از این که اولا میترای جهانگیر، میترایی که به وسیله میترای آدمی صورت بنیاد گذارده شد، این میترا 272 سال پیش از زایش مسیح اعلام شد. چطور میتونه تولد میترا تولد مسیحی باشه که 272 سال
بعد از تولد میترا مسیح زاده شد. پس نمیتونه اینطور باشه. پس این تولد میتراست. حالا اینا رو همه رو بر اساس پژوهش‌های تاریخی خدمتتون خواهم گفت. بعد تازه طبق نظر پژوهشگران 272 سال بعد از زایش میترا مسیح زاده میشه و بعد حدود 200 سال بعد از زایش مسیح تازه کلیسای مرکزی اعلام میکنه که مسیح در 24 دسامبر چشم جهان گشود. یعنی هیچ معلوم نیست بر چه پایه‌ای کلیسا این تاریخ رو معین کرده. فقط معتقدن حالا به علت مسائل تاریخی که بعد اتفاق افتاد اینها ناگزیر کیش مسیح رو از کیش میترا برگزیدند و بسیاری از عادات کیش میترا در کیش مسیح شکوفا شد. اما برای اینکه شما بینندگان ارجمند به ریشه اصلی تاریخ آشنا بشید، ایرانیان از 5 سال پیش از زایش مسیح، خوب دقت کنید، 5000 سال پیش از زایش مسیح خورشید رو نماد آفرینش میدونست و خدایگونه‌ای به نام بق میترا را، بق میترا، خدای آفتاب میدونستن و معتقد بودن که چون آفتاب همه کار آفرینش دستشه، بنابراین بق میترا خدای آفرینش. واژه میترا یا میترا که با سه نقطه معمولا می نوشتن در سانسکریت میتر یا میر خونده می شد و در پهلوی ساسانی از ریشه میث، میم یه سین، البته اونا به شبیه سه نقطه می گفتن پهلوی ها، به معنای پیوند دهنده و یکی کننده آمد. یوستی یکی از خاورشناسان در شناساندن واژه مر معنی میانجی رو برای میترا برگزیده و دارمستتر مهر رو به معنای پیوند دوستی، محبت و عشق آورد. به همین دلیل هم حافظ همه جا واژه مهر رو، میترا رو، عشق آورده و گفته. بعد خب از یه جا من خدمتتون گفتم که عیسی 200 سال بعد از زایش میترا به دنیا اومد، بعد از یه جا گفتم میترا 5 سال کیش میترا 5000 سال پیش از مسیح بوده. این دوگانگویی چجوری حل میشه؟ این میترای 5000 سال پیش از مسیح میاد تا تولد زرتشت. زرتشت وقتی متولد میشه، خب ایرانی ها میترائیست بودن، میترائیست 5000 سال پیش بودن، نمیتونسته یهو اینها رو بریزه دور. این مشکل پیامبرانه. پیامبران بیشتر درگیر میشدن با عقاید مسلط بر محیط. همونطور که محمد وقتی آمد نتوانست یک مرتبه با تمام این بت پرستان و اونایی که هبل و الله و فلان و بیسار و اینا رو در مکه گذاشته بودن، بتخانه بود مکه دیگه، این بود که محمد هم نیومد یه سر مخالفت کنه. اومد گفتش که این الله که توی این مکه، این خدای یگان است، بقیه بتن و این نماد اون خداست، کسی نمیتونه خدا رو ببینه. بنابراین اون واژه لا اله الا الله، نیست خدایی مگر خدا، مگر الله، از اونجا اختراع شد. یعنی بسیاری از عقاید بت پرستان رو آورد داخل آرا و اعتقادات اسلام کرد و این هفت دور مکه گشتن و بسیاری قربانی کردن و اینا همه رو از اونها گرفت و جزو آیین اسلام کرد. این شگرد پیامبرانه، راهی هم جز این نداره برای اینکه بتونن پیشرفت کنن. حالا زرتشت هم میکنه که
تردید یکسره نمیتونه با میترا و میترائیسم مخالفت کنه، چون زرتشت در روز 3750 سال پیش اومد، نزدیک 1250 سال قبل از زرتشت میترائیستا بودن دیگه. این بود که آمد و میترا رو کرد فرشته برتر اهورامزدا و یک یشت مهم از اوستا رو به نام مهریشت نوشت و بعد گفت این همکار و مشاور و شریک اهورامزداست، فرشته مهر. گفت فرشته ایست با 1000 چشم و 1000 گوش و 10000 چشم و بامداد از خاور از پشت کوه میاد این فرشته و همه جا رو نگاه میکنه، بدکاران رو کیفر میده و نیکوکاران رو پاداش میده. خب اینا رو همه رو زرتشت آورد در داخل کیش زرتشت. به این وسیله تطابقی بین این دوتا ایجاد کرد تا سالها بعد زرتشت‌تر میگذره، ولی اندیشه میترائیسم در مغز ایرانی ها وجود داشت. اندک اندک این اندیشه رشد میکنه و میاد جلو و میاد جلو و یه فکری در مغز ایرانی ها پیدا میشه که میگه که حالا اینجا رو من باید برگردم به پژوهش دانشمندان و بیام دوباره سر این مسئله. پژوهندگان معروف ایرانی مانند ذبیح بهروز، ابراهیم پور داوود و هاشم رضی که امیدوارم هنوز هم زنده باشن و عمرشون پایدار باشه، این ایرانی ها و خاورشناسان مهم جهان و میتراشناسان جهان مانند فرانس کومون، ژان پاتیس لاژار و پروفسور المار شورسکایم آلمانی، اینها همه این دانشمندان ایرانی و اونا همصدا در بررسی هایشون به این اندیشه ایرانی برخوردن که پس از زرتشت این باور در میان ایرانی ها رشد کرد. حالا خوب دقت کنی که روز پنجم فروردینه، خوب اینا رو یادداشت کنی، روز پنجم فروردین سال 272 مسیحی. یعنی چی؟ یعنی 25 مارچ 272 میلادی. فرشته باران به نام آناهیتا در دریاچه هامون شنا می کرده. میرشنم. خب البته اون زمان که مایو دو تیکه و اینا نبوده که، اوریان میشدن میرفتن تو دریاچه شنا میکردن. در این باور اومده که وقتی فرشته باران میره در اونجا و شنا میکنه، نطفه زرتشت، نطفه ای که فر زرتشت در اون بوده و در آبهای دریاچه هامون شناور بوده، در رحم این جای میگیره و بارورش میکنه. البته بعضی از میترائیستا بر این باورن که نه، این سروش ایزدی بوده، مثل همون جبرائیل که میگن اومد مریم رو باردار کرد، گفت این سروش ایزدی بوده که آمده و حلول کرده در رحم آناهیتا و میترا رو باردار میکنه. یعنی آناهیتا رو باردار میکنه از میترا. پس چه تاریخی بود؟ پنجم فروردین 272 پیش از میلاد. پس عیسی زاده نشده بوده. اینجاست که در آغاز گفتم این میترائیسم دوم بعد از زرتشت. ما دو تا میترائیسم در تاریخ داریم، میترائیسم پیش از زرتشت که از 5000 سال پیش از میلاد بوده، میترائیسم پس از زرتشت که از 272 پیش از میلاد بود.
در این موقع این زن باردار میشه، پنجم فروردین بوده، 275 روز بعد این پژوهشگرانی که اسپردم، ذبیح بهروز، ابراهیم پور داوود و هاشم رضی و همچنین ژان باتیست لاژار، المار شورسهایم و فرانس کومون متفق القول شدن در این زمینه ها که بعد از 275 روز در شب اول دی یا واپسین شب آذر، 31 آذر که میشه، میترا درد زایمان شروع میشه و میره در یک غاری و سنگی رو در آغوش میگیره، بغل میکنه و بچه رو به دنیا میاره. به همین دلیل غار در کیش بهر مقدس و ببینید در همه جا هم اثر گذاشته ها. حتی مسیحیان هم معتقدند که مریم وقتی که دردش میگیره میره در یک طویله و محمد زمانی که در یک غار بوده بهش وحی میرسه. ببینید این اندیشه ها چجوری عوض میشه در جاهای مختلف، شکل خودشون رو عوض میکنن. به هر روی در همون سال، یعنی در سال 272 سیوم دی آذر ماه، میترای آدمی صورت زاده میشه. قبلا میگفتن بغ میترا و حالا میگن میترای آدمی صورت. این کیشی که این میترا میاره در 25 سالگی دنباله همون کیش میترای قبلی بوده، مال 5000 سال پیش. البته میاد اینو سر و سامان میده و به شکل میترائیسم مدرن به اصطلاح در میاره. میترائیسمی که پیامبرش شناخته شده است، قواعدش روشنه و سازمانی داره. گفتم این دین جهانگیر میشه. چرا جهانگیر میشه؟ در اون زمان جنگ های فراوانی میان ایران و یونان و ایران و روم برگزار می شده، زمان اشکانیان و ساسانیان. در این جنگ ها اسیرانی گرفته می شده و اسیرانی داده می شده. اسیرانی که به از طرف رومی ها و یونانی ها گرفته می شدن، وقتی می بردنشون اونجا، اندیشه میترائیس رو تبلیغ می کردن برای زندانبان‌ها و پیرامونیانشون و ارتشیان اینا. در نتیجه بسیاری از اونها رو میترائیس کردن و بعدم برگشتن به کشورشون. بعد سال‌ها همین اسیران زمانی که از رومی‌ها اسیر می‌گرفتن، ایرانی‌ها از رومی‌ها اسیر می‌گرفتن، اینا به عکس بوده. اینا ایرانی‌ها اینا رو میترائیس می‌کردن، اینها هم برمیگشتن به سرزمین خودش. در نتیجه کیش مهر در روم گسترش پیدا میکنه، اونقدر گسترش پیدا میکنه که دولت روم و بعضی از امپراتوران روم میترائیست میشن. و وقتی که امپراتور یک کشوری یک کیشی رو انتخاب کنه، خب مسلماً گروه گروه همه میگرون به اون. و بعد اونطور که در تاریخ آمده، این کیش به آلمان میره، به انگلستان میره، در خود ایتالیا که روم بوده گسترش پیدا میکنه، به یونان میره، حتی در شمال آفریقا هم گسترش پیدا میکنه و انگلستان. چرا این حرف زده میشه؟ برای اینکه در حدود 70 ساله هر سال شمار زیادی مهرابه در کشورهای اروپایی از زیر خاک بیرون میاد. در ایتالیا وقتی که خاکسترهای کوه آتشفشان پومپئی رو عقب زدن، یه محرابه عظیم به دست اومد. خب همینطور در انگلستان. در این کتاب حافظ و کیش مهر من عکس این محرابه ها رو چاپ کردم. حتی در
شمال آفریقا محرابه های زیادی کشف شد. بنابراین ما میتوانیم بگیم که این دین جهانگیر شد. و البته داستان مفصله، تا اینجا در این زمینه گفتم که ثابت کنم شب یلدا یعنی شب زایش میترا، نه شب زایش مسیح.